سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم یه مرور کلی بر روی دوره تخمین پارامترها و آزمونهای فرض داشته باشیم. اولا اینکه تخمین پارامترها و آزمونهای فرض با همدیگه رابطه خیلی نزدیکی دارن، به خاطر اینکه ما از تخمین پارامترها توی آزمونهای فرض استفاده میکنیم، به خصوص برآورد فاصله‌ای برای پارامترها. به خاطر همین این دوتا رو مجزا نکنیم و توی یک دوره آوردیم که پیوسته بتونیم بریم جلو. ولی فایل‌های کلی اونها میتونن توی دو دسته تقسیم شدن که برای دانلود گذاشته شدن، که یکی قسمت تخمین پارامترها هستش و یه قسمتش هم برای آزمونه فرضه. واسه کسایی که بخوام این دوره رو به صورت کلی دانلود بکنن به این نحوه گذاشته شده که اگر کسی تخمین پارامترها رو نخواست میتونه آزمونه فرض رو فقط بگیر یا برعکس. خب تو این دوره ما اول یه مقدمه‌ای بر روی تخمین پارامترها و مفهوم اون می‌بریم جلو، و وقتی که فهمیدیم که برای چی میخواییم تخمین پارامترها رو انجام بدیم، به چه دردمون میخوره، میایم در خصوص تخمین نقطه‌ای صحبت میکنیم. تخمین نقطه‌ای یعنی که من یه عدد برای پارامترم به دست بیارم و نه یه فاصله. و وقتی که ما داریم پارامتری رو تخمین میزنیم، حتما خطا وجود داره. به خاطر ما باید برآوردگرایی رو انتخاب بکنیم که اوریب نباشن و حداقل واریانس رو داشته باشن. این برآوردگرها خیلی مطلوبن واسه ما که با برآوردگرهای ناورید و حداقل واریانس باشن، که تو اینجا در خصوص اینا صحبت میکنیم و بعد کارایی نسبی برآوردگر رو تعریف میکنیم و بعد دو تا روش در خصوص برآورد نقطه ارائه میدیم. روش معروف گشتاورها و بزرگترین درست نمایی MLE هستش. و بعد میاییم یکم وارد نرم افزار میشیم، نرم افزار SPSS میشیم و یه مقدمه یا از این نرم افزار میگیم. توی این دوره ما از نرم افزار اکسل و نرم افزار SPSS استفاده کردیم که بتونیم به طور عملی چطوری میتونیم از این مفاهیم که یاد میگیریم استفاده بکنیم. جایی میخواییم بریم شروع به کار کردن بکنیم، نمیتونیم اینا رو دستی انجام بدیم، حتما باید از نرم افزاری استفاده کنیم، که نرم افزار اکسل و SPSS دوتا از معروف‌ترین نرم افزارها در کارهای آماری هستن. خب بعد از این برآورد نقطه ما وارد برآورد فاصله ای میشیم. برآورد فاصله ای رو توضیح میدیم که چطور میتونیم برای میانگین، برای میانگین یک جامعه و برای میانگین های دو جامعه و واریانس ببریم جلو، که اینا رو هر کدوم توی اکسل و SPSS هم انجام میدیم. و بعد از اینکه برآورد فاصله ای رو انجام دادیم و صحبت کردیم، وارد آزمون های فرض میشیم. آزمون های فرض یعنی اینکه من میام فرض میکنم یک پارامتری میتونه برابر باشه با یک عددی و حالا میخوام درست بودن اون رو بسنجم. آزمون فرض خیلی استفاده میشه توی آمار و توی کارهای آماری. در واقع وقتی که توی سنت‌های مختلف، مثلا پزشکی رو اگر بخوایم مثال بزنیم، اگه یه دارویی مثلا به وجود میادش و میخوان اون رو تست کنن که آیا درست عمل میکنه یا نه، میان از آزمون‌های فرض استفاده میکنن و خیلی از موارد دیگه که فقط این یک نمونش بود. خب ما میایم آزمون‌های فرض رو مواردش رو میبریم جلو. توی SPSS و اکسل هم 100% کارهای عملی و بسیار مفیدی داریم که شما رو واسه یک دوال کار توی فضای عملی آماده میکنه تا از این دوتا نرم افزار استفاده بکنیم. در آخر هم به آزمون فرض‌های معروف استقلال، که مستقل بودن دوتا متغیر یا وابسته بودن دوتا متغیر رو مورد آزمون قرار میده، و آزمون معروف نیکوی برازش که میاد میبینه آیا یک مجموعه از داده از اون توضیحی که فکر میکنیم پیروی میکنن یا نه صحبت میکنیم، و اونا رو 100% باز توی اکسل و SPSS میبریم جلو. خواهی میشه سرفصل های این دوره که میبریم جلو، و یک دوره بسیار مهم هم از لحاظ دانشگاهی و هم از لحاظ عملی توی جامعه کار هستش، که امیدوارم براتون مفید واقع بشه. ممنون از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.